شب بر شما خوش. به نشست 139 کانون کتاب تورنتو خوش اومدین. امشب آقای مهدی خلجی برای ما صحبت میکنن، همونطور که اطلاع دارین. آقای مهدی خلجی در شهر قم به دنیا آمدن، 14 سال در حوزه علمیه تحصیل کردن، 3 سال در درس خارج فقه آیت الله منتظری و درس خارج اصول فقه آیت الله حسین وحید خراسانی حاضر شدند. ایشون در دانشگاه تربیت مدرس قم فلسفه و در مدرسه مطالعات عالی سوربن پاریس الهیات و تأویل شیعی خوندن. برای مجله های کیان، نقد و نظر و روزنامه های جامعه ایران و انتخاب نوشته و ترجمه انجام دادن. دبیر سرویس اندیشه روزنامه انتخاب در یک سال اول تأسیس اون بودن. ایشون در سال 2000 ایران رو ترک کردن. به مدت 2 سال برای بخش فارسی بی بی سی تحلیل سیاسی نوشتن. در سال 2002 به پراگ رفتن و به مدت 3 سال تهیه کننده و برنامه ساز رادیو آزادی و سپس رادیو فردا بودن. ایشون از سال 2005 تا حالا عضو ارشد انستیتو واشنگتن هستن. مقاله ها و تحلیل های او در رسانه های چون نیویورک تایمز، واشنگتن پست، فارین پالیسی و مجلات دانشگاهی به چاپ رسیده. ایشون از نویسندگان دانشنامه ایرانیکا هستند. به زبان فارسی، علوی، فرانسه و انگلیسی صحبت میکنند. کتابایی که نوشتند: خودآگاهی عربی، این ترجمه از عربی هست، در سال 1377، رمان ناتنی در سال 2004، نوآوری تحریم و تأویل، ترجمه از عربی در سال 2014، این کتاب نثر حامد ابوزید هست. کتاب نظم نوین روحانیت که در یکی از نشست‌های گذشته کانون کتاب تورنتو معرفی شد، در سال 2014 منتشر شده. از اجتهاد به نقل عقد اسلامی، محمد ارکون، ترجمه از فرانسه، این سال 2015. انسان‌ها در اصل ظلمت از هانا آرنت، اینو ترجمه کردن که باز در همین یکی از نشست‌های کانون کتاب تورنتو معرفی شد. این کتاب در سال 2016 منتشر شده. و کتاب آخر ایشون که روحانیت، شریعت و دولت که در سال 2018 منتشر قرار چاپ بشه. و نهایتاً شعر در اندیشه مدرن، تاریخ دیگری برای فلسفه، ترجمه از سوزان نایمن. از شما سپاسگزارم آقای خلجی. خواهش می‌کنم. عنوان صحبت من اینکه چرا در ایران انقلاب نمیشه، در حقیقت یک مطلبی بود که من نوشتم چند وقت پیش در سایت رادیو فردا منتشر شد با همین عنوان و یک مقداری بحث برانگیز بود و به همین دلیل هم آقای حبیبی پیشنهاد کردن که راجع به این موضوع صحبت کنیم، یک مقدار بیشتر توضیح بدم که منظور من چه هست، من چگونه میبینم آینده ایران رو و وضعیت کنونی رو از چه زاویه نگاه میکنم. پیش از اینکه وارد بحث بشم فقط به یک نکته مهم اشاره میکنم، چون من مدام با ایرانی ها صحبت میکنم، رسانه های اجتماعی رو میبینم و فکر میکنم که تأکید بر این نکته خیلی ضروری است. سیاست یک مقوله است که تقریبا میشه گفت هیچ کسی نیست که زندگی اون متأثر از سیاست نباشه و بنابراین کسی نیست که به سیاست نیندیشه و کسی نیست که درباره سیاست به نوعی حرف نزنه، صحبت نکنه، نظر نداشته باشه، قضاوت نداشته باشه. صحبت کردن درباره سیاست رو از جایگاه‌های مختلفی میشه انجام داد. یه موقع است که یک نفر در حقیقت فعال سیاسی است، برای یک آرمانی داره مبارزه میکنه. حالا فعال حقوق بشره، فعال زنانه، فعال محیط زیسته. خب طبیعتاً این راجع به سیاست وقتی حرف میزنه از موضع یک فعال حرف میزنه. یا یک نفر هست که هوادار حزبی هست، برای یک حزبی کار میکنه، تعلق حزبی داره،
او وقتی از سیاست حرف میزنه طبیعتاً در راستای اهداف و منافع حزب خودش صحبت میکنه. یه کسی ممکنه که مسئول سیاسی باشه، مقام سیاسی داشته باشه، طبیعتاً از جایگاه مسئولیت سیاسیش صحبت میکنه. ما خبرنگار و گزارشگر داریم که خب اخبار سیاسی رو میگه، او هم راجع به سیاست نظر میده. استراتژیست سیاسی داریم، کسی هست که در حقیقت در خدمت یک سازمانی یا در خدمت یک دولتی هست و برای او بر اساس امکانات موجود و بر اساس اهدافی که اون سازمان یا دولت داره استراتژی تدوین میکنه، میگه از چه راهی ما میتونیم به این اهداف برسیم. او هم راجع به سیاست صحبت میکنه و قضاوت و داوری سیاسی خودش رو داره. ما یک چیزی که داریم که تقریبا همه شهروندان به نوعی از اون برخوردار هستن، نظر سیاسیه یا دیدگاه سیاسیه. همه شهروندان تقریبا میشه گفت که یه نظری دارن، همه جای دنیا هم اینطور هست، مخصوص به ایران نیست. همه راجع به مسائلی که در اخبار میشنون یا به زندگی عادیشون ربط داره نظر میدن. خب نظر عموم مردم به دلیل اینکه بیشتر از یک موضع فردی است، یعنی از موضع یک فرد دارن قضاوت میکنن و تا اندازه زیادی تحت تأثیر رسانه ها هستن یا تا اندازه تحت تأثیر امواج افکار عمومی هستن، ویژگی های خاص خودش رو داره. مثلا الان بحث‌های خیلی زیادی هست راجع به اینکه چگونه افکار عمومی شکل داده میشه یا چگونه نظر و دیدگاه سیاسی افراد عوض میشه. واقعیت اینه که آدما خیلی نظر سیاسیشون زود عوض میشه و عواملی که میتونه تأثیر بگذاره خیلی زیاد هست. در حقیقت در مثلا فیسبوک یا در توییتر شما به تدریج میتونین یک سری آگهی ها رو ببینین و یک سری آگهی ها رو نبینین، یا یک سری از کسانی رو که هم فکر شما هستن نظرات اونا رو ببینین و کم کم کسانی که هم فکر شما نیستن و مثل شما فکر میکنن کم کم اونو نبینین. به این میگن چویس بلایندنس، یعنی یک کوری انتخابی و یک کوری خودخواسته در حقیقت انسان ها پیدا میکنن، افکارشون نظراشون شکل میگیره و ناگهان میبینید که موج یک فکر، موج یک عقیده یا مثلا هواداری از این شخص یا هواداری از اون شخص یا یک خبر خیلی برجسته میشه، خبرهای دیگه ممکنه در حاشیه قرار بگیره. اینها چیزیست که میشه الان ما میدونیم که میشه مهندسیش کرد و تا اندازه‌ای در انتخابات آمریکا به ادعای برخی از کارشناسان این کار انجام شده. بنابراین نظرهای شخصی خیلی به اصطلاح شکنندن، فرجایل هستن و میتونن تحت شرایط خیلی متفاوتی که سریع عوض میشه اونها هم تغییر پیدا بکنن. اما از یک جایگاه دیگری هم میشه صحبت کرد و اون جایگاه تحلیل سیاسی هست. تحلیل سیاسی برخلاف اون چیزی که شما در رسانه‌های فارسی زبان میشنوین، الان هر کس رو که برای مصاحبه در رسانه‌های فارسی زبان میارن اسمش رو بهش میگن، اسمش رو میگذارن یا معرفش میکنن به عنوان تحلیلگر سیاسی، در حالی که تحلیلگر سیاسی شغله، یک کار حرفه است، یک کار در حقیقت تمام وقته و نیاز به یک مهارت‌ها و نیاز به یک نوع بینش و دانش خاصی داره. شما ممکنه که با نظر یک تحلیلگر موافق نباشید. تحلیلگران بسیاری درباره مسائل بسیاری خطا می‌کنند، اشتباه می‌کنند. ولی خود تحلیلگری سیاسی یک به اصطلاح رشته یا یک شاخه‌ای از علوم سیاسی هست که رشته‌های مختلفی رو
در بر میگیره و در حقیقت یک پژوهش یا مطالعه میان رشته ایست، اینتردیسیپلینری هست و در درجه اول یک فهم خاصی از سیاست درش هست، یعنی سیاست رو به یک معنای خاصی میفهمه و اون معنا این هست که هر چیزی که به زندگی یک فرد در جامعه ارتباط داشته باشه از نظر یک تحلیلگر سیاسی امر سیاسی تلقی میشه. این نوع تلقی از امر سیاسی سابقش برمیگرده به یونان. در حقیقت در یونان پلیس یونانی یا مدینه یونانی یا دولت شهر یونانی، شهروندانی که در دولت شهر بودن، تمام مسائلی رو که مربوط به زندگی در دولت شهر بود مسئله سیاسی تعریف میکردن. به این معنا بسیاری از مسائلی که به ظاهر مسائل اجتماعی هستن، اینها مسائل سیاسی هستن. بسیاری از مسائلی که ممکنه اقتصادی باشن مسائل سیاسی هستن. به همین دلیل این یک پژوهش میان رشته ایست، یعنی یک شخص باید بتونه از منظرهای مختلفی نگاه بکنه به این مسئله، به مسئله سیاست و به امر سیاسی و در حقیقت بتونه اونها رو به این شکل تحلیل بکنه. نکته بعد اینه که برای یک تحلیلگر سیاسی دیالکتیک یا تعامل یا همکنشی که بین اینستیتوشن ها، نهادهای سیاسی وجود داره و بازیگران سیاسی خیلی مهم هست. معمولاً در اخبار یا معمولاً در نظرهای شخصی قضاوت ها معطوف به ایجنت های سیاسی هست، به بازیگران سیاسی، به فیگرها، به شخصیت هایی که سیاست رو پیش میبرن. اما در تحلیل سیاسی همیشه شما به اینتراکشنی که بین اینستیتوشن های سیاسی و اجتماعی و ایجنت ها وجود داره باید توجه کنید. و طبیعتاً متغیرهای سیاسی و غیر سیاسی. من نمیخوام اینجا یک بحثی رو راجع به این موضوع بگم، این در حقیقت مقدمه من هست، اما میخواستم بگم که از چه موضعی من صحبت میکنم. از موضع یک تحلیلگر صحبت میکنم و نه فعال سیاسی هستم، نه مسئول سیاسی هستم، نه استراتژیست سیاسی هستم، نه برای کسی نسخه میپیچم، نه برای سازمانی نسخه میپیچم. و این در این موضع که صحبت میکنم، یعنی این حرفی رو که میزنم از موضع تحلیلگر دارم میزنم. و خب البته بر اساس این تحلیلی که من میکنم یا هر تحلیلی، شما میتونید استراتژی بنویسید، میتونید فعالیت سیاسیتون رو برنامه ریزی بکنید، میتونید کارهای دیگه بکنید، ولی در درجه اول هدف من فهم واقعیت پیش روست و اینکه ما ببینیم که اکنون ما با ایرانی که مواجه هستیم چگونه باید بفهمیمش. واقعیت اینه که 40 سال هست از انقلاب ایران میگذره ولی ما هنوز پژوهش‌های درست و درمانی راجع به نه انقلاب ایران داریم نه ماهیت جمهوری اسلامی. بعد از اینکه حکومت‌های توتالیتر از بین رفتن در اروپای شرقی، حکومت‌های سر کار آمدن که اداره می‌شدن بیشتر توسط الیت و نخبگان همون نظام سابق. نمونه مهمش روسیه بود. در روسیه تحولاتی رخ داد، اتحاد جماهیر شوروی با تصمیم رهبری حزب کمونیست پایانش اعلام شد، اما وارد یک دوره‌ای شدیم که در حقیقت نخبگان سابق اتحاد جماهیر شوروی کار رو به دست گرفتن و الان آقای پوتین به عنوان یک فرد نفر اول روسیه، مقتدرترین شخص در روسیه، کسی است که در سازمان اطلاعاتی شوروی تربیت پیدا کرده، کار کرده و در حقیقت از درون نظام اتحاد جماهیر شوروی بیرون آمده. این اتفاق در کشورهای اروپای شرقی هم افتاد
و کمابیش شما اونچه که دیدید میبینید این هست که یک تغییر رژیم بدون تغییر الیت و نخبگان صورت میده. اینجا هم شما با یک پدیده جدیدی مواجه بودید، یعنی شما مواجه هستید با یک نظام هایی که نه کاملا توتالیترن، نه کاملا مثل اتحاد جماهیر شوروی هستن، تک حزبی باشن، متمرکز باشن، رسانه ها رو کاملا تحت نظر بگیرن. شما در اتحاد جماهیر شوروی اگر اطلاعیه فوت میخواستید صادر بکنید برای بستگانتون، باید مجوز از به اصطلاح دولت میگرفتید. حتی یک کاغذ منتشر کردن بدون اجازه دولت ممکن نبود. خب ما الان در هیچ کدوم از این کشورها با چنین شرایطی مواجه نیستیم. در عوض ما میبینیم که انتخابات هست، ما میبینیم که آزادی نسبی مطبوعات هست، ما میبینیم که بخش خصوصی وجود داره. اما اگر خوب نگاه بکنید میبینید که پشت این بخش خصوصی در حقیقت یک همون الیت و نخبگان حکومتی هستن که اموال دولتی رو خصوصی میکنن و به قول به اصطلاح ایرانی ها به جای اینکه خصوصی کنن اختصاصیش میکنن. یعنی که در حقیقت کسانی هستن که منافع اصلی رو از خصوصی سازی میبرن و در حقیقت بخش خصوصی واقعی به معنی واقعی وجود نداره. از اون طرف رسانه ها به ظاهر آزاد به نظر میرسن اما آزاد نیستن، با خط قرمزهای نوشته و نانوشته بسیاری برای اونها وجود داره. انتخابات وجود داره در اونجا، منتها انتخابات به مفهوم آزادی مطلق احزاب نیست. چند حزب در اونجا آزاد هستن و یک یا دو حزب دست بالا رو داره از نظر قدرت و از نظر هژمونی نسبت به به اصطلاح احزاب دیگه. شما با یک وضعیت دوگانه مواجه هستید. این وضعیت رو در علم سیاست به اصطلاح بهش دموکراسی صفتدار بهش میگن، دموکراسی with adjective. یعنی یک همیشه باید گفت یه دموکراسی خاصه، این یک دموکراسی لیمیتده، این یک دموکراسی بسته است. یا کسانی اسم این رو گذاشتن نظام رقابتی انتخاباتی، electoral authoritarianism، یا شبه توتالیتاریسم، یا پسا توتالیتاریسم. انواع و اقسام اسمها در حقیقت اینا فقط اسم نیست، البته پشت هر کدوم از این اسما یک تئوری است. یعنی انواع و اقسام تئوری ها در علم سیاست در حدود دو دهه اخیر به وجود آمده برای اینکه توضیح بدن این نوع حکومت های خاص رو که نه توتالیترن و نه دموکراتیکن. خب وقتی که به ایران میرسیم شما در حقیقت با همچین وضعی مواجه هستید. از یک طرف جمهوری اسلامی، یعنی اگر ما جمهوری اسلامی رو فقط بخوایم با ولایت فقیه تعریف بکنیم ماهیتش رو، چندان چیز زیادی به ما نمیگه. حتی اگر شما بخواید جمهوری اسلامی رو با روحانیت تعریف کنید و بگید که جمهوری اسلامی یک نظام تئوکراتیک هست، یک نظام دین سالار هست، باز هم چندان چیز زیادی به شما نمیگه، به دلیل اینکه نقش دین در جامعه ایران هم بسیار پیچیده است و به هیچ وجه نظام روحانیت ارتباط سیستماتیک و اصطلاح سازمانی با دولت نداره. یعنی نظام قانونگذاری در دست روحانیت نیست و بلکه اونچه که هست یک سری مزایا و امتیازها و تبعیضهای مثبتی است که به نفع روحانیت وجود داره. اما سازمان روحانیت ارتباط نظاممند و سیستماتیک با دولت نداره.